بفهم. لکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من میفرستد. آمین. او همه چیز را به شما تعلیم. او همه چیز را به ما تعلیم خواهد داد. اون تواناییش هم نیز به ما خواهد داد. پس چقدر مهم است که نسبت به موضوع تعلیم هوشیار باشیم. برای همین میگم اگر من خودم رو میگم، اگر من به عنوان یک ایماندار خوب تعلیم بگیرم، خوب عمل میکنم، عمل من توی صحبتم، توی رفتارم، توی نظمم، توی بیزینسم، توی همه جایگاه خودش رو نشون میده. یعنی من فقط تو کلیسا شاید یه خادم خوب نیستم، تو محل کارم هم یک فرد خوب هستم، اونجا هم خادم خدا هستم. تو محل کار آدمی نیستم که همه بگن او این خیلی عصبیه، این فلانه. بر از این رو هستش که خواهش میکنم خادمینی که خدمت میکنم باید کلام رو بشنون. خادمی که میاد اینجا فقط خدمت میکنه و میذاره میره، اون داره به خودش آسیب میزنه، اون از برکت خدا بی بهره است. فقط اومد خدمت کرد و رفت و بیرون براش جنگ هست، چون یاد نگرفته چگونه باید بجنگه. یک معلم زن رو میکنه به شاگردا بعد از اینکه تعلیم میده و اعلام میکنه که همه یاد گرفتید، اگر کسی در جمع شما هست که این تعلیم رو، آنچه که امروز من یاد دادم، یاد نگرفته، لطفاً بایسته. سه نفر بلند میشن که معمولا این سه نفر دوز کسایی بودن گوش نمیکردن و خیلی شلوغ میکردن توی کلاس. سه نفر صدا میکنه معلم، یه ترکه‌مون پایین بوده، ترکه رو برمی‌داره میذاره روی میز، هر سه اینا میترسن. میگه خب، میده به اولی، میگه اگه تو یاد نگرفتی ایراد منم، من خوب نتوانستم به تو یاد بدم، پس 10 ضربه به دستای من بزن، 5 به این، 5 به این. وقتی که این میگیره که اون بچه های خیلی شلوغ هم بوده، با تمام قدرت میزنه رو دست این معلم، طوری که اشک تو چشمای معلم جمع میشه. میده به دومی، دومی میگه نه، میگه نباید بزنی، چون من به تو خوب یاد ندادم، من روش خوبی بلد نبودم. دومی خیلی یواش میزنه، میده به سومی، سومی زانو میزنه، دست معلمش رو میبوسه، میگه ببخش ما رو، این ما بودیم، ستای زمانی که تو داشتی درس میدادی ما داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، ما خوب گوش نکردیم، ما خوب توجه نکردیم. عزیزان، عیسی مسیح به خاطر من و تو روی صلیب آسیب و ضررهایی که یک بدن باید بخوره برای مردن رو دید، تهمت رو شنید، دست و پای سوراخ شد، تاج خوار بر سرش قرار گرفت، شلاق به کمرش زدن، پهلوش رو پاره کردن، تا اون بهای گناه من و تو رو بده که امروز با این تعلیم ساده که فقط به یاد بیاوریم کار مسیح رو، زندگی ما پر از برکت بشه. اگر این ایمان رو داری به کلام خداوند خوب توجه کن، تا کلام خداوند برای زندگی تو فقط برکت بشه.